حادی رستمی به برسید میخواهند دستم را قطع کنند انفجار در مجتمع کربنات سدیم فیروزآباد پایان عملیات اطفاء و نامعلوم بودن شماره دقیق مصدومان اعتراف به شکست گشت ارشاد و کینه مردم نسبت به نظام منابع نیویورک تایمز اعلام کردند دو دانشمند هسته ایرانی در دو مکان متفاوت بر اثر مسمومیت و دچار شدن به آرزه های نامعلوم مشابهی جان خود را از دست دادند. درود بر شما همراهان کانال ایران خوشحال می شویم تا پایان این خبر ما را همراهی کنید در صورت تمایل کانال را سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله در خبرنامه ما مشترک شوید با سپاس از همراهی شما هادی رستمی به برسید میخواهند دستم را قطع کنند برخی رسانه ها نوشتند که روز یکشنبه شنبه دست کم هفت زندانی محکوم به قطع چهار انگشت دست به خود رو منتقل شدند اما به دلیل امتناع چند تن دیگر از زندانیان و درگیری با ماموران زندان انتقال این زندانیان برای اجرای حکم به تعویق افتاد ده روز بندر انزلی ده روز آگاهی اردبیل و سیده روز آگاهی ارومیه رفتارشون که خیلی شدید خود تو آگاهی اردبیل به حدی شد که دست من تا حالتی که پلاتین داشت دست من مجددا شکست یک هفتش تو بیمارستان، تمام انگوشتام از کار افتادم الان دوتا از انگشتام لمس شده مثلا در حد کتککاریشون در حد مثلا توهیناشون وقتی در جامعه ای فقیر دزدی می شود باید دست عامل که در واقع آمر نیز هست را قطع کرد و آن سرکردگان جمهوری اسلامی می باشند اشرار جمهوری شیطانی هم دزد هستند و هم دوز پرور کسی که از روی نیاز دزدی کرده بایستی دردش را درمان کرد اما این عرازل و اوباش برای ویرانگری آمده انده. انفجار در مجتمع کربنات سدیم فیروزآباد پایان عملیات اطفاء و نامعلوم بودن شماره دقیق مصدومان گزارش های مردمی رسیده از استان فارس از جنباختن برخی مجروحان انفجار در مجتمع کربنات سدیم فیروزآباد خبر میدهند مقام های رسمی این گزارش ها را تایید نکردند مرداد شریفی معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز تازه ترین آمار مربوط به حادثه انفجار در کارخانه کربنات سدیم فیروزآباد را اعلام کرد به گفته او این سانحه در مجموع 149 مصدوم داشته که با ترخیص 126 نفر در حال حاضر 23 مصدوم بستریند. با وجود گذشته حدود 24 ساعت از حادثه نشت گاز و وقوع انفجار در کارخانه کربنات سدیم واقع در فیروزآباد استان فارس علت حادثه و وضع مصدومان و جان باختگان احتمالی آن همچنان در ابهام است و مقامات مختلف آمارهای متفاوتی درباره شمار مصدومان ارائه می کنند اما همگی تاکید دارند که این حادثه جان باخته ای نداشته به گفته مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس نیز عملیات آتش نشانی برای اطفاء و مهار نشتی و لکه گیری در کارخانه کربنات سودیوم فیروزآباد به پایان رسیده خلیل عبداللهی گفت یکی از مخازن گاز کارخانه کربنات سودیوم فیروزآباد دچار حادثه شد که به دنبال آن 119 نفر مصدوم شدند تعداد مصدومان این حادثه که روز دوشنبه 23 خرداد رخ داد بیش از 130 نفر هم گزارش شده گرچه مقام ها و منابع رسمی تاکید دارند که کسی در این حادثه جان خود را از دست نداده اما مرا به غیر رسمی از جان باختن شماری از مصدومان خبر میدهند آسیب دیدگان این حادثه به شکل های مختلف از جمله با هلیکوپتر به مراکز درمانی انتقال داده شدند و بر اساس برخی گزارش ها شماری از این افراد دچار یخ زدگی شده اند. به گفته ی عبداللهی با حضور سری و به موقع عوامل امداد ضمن انجام عملیات برای متوقف کردن نشت گاز انتقال مصدومان به مراکز درمانی انجام شده است او گفت که مصدومان این حادثه بیشتر در زمینه های تنفسی ناشی از گاز نیتروژن آسیب دیدند که این گاز خطری ندارد روز گذشته و به دنبال این حادثه محور فیروز آباد به شیراز بسته شد که مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس از بازگشایی آن خبر داد در پی وقوع انفجار در مجتمع کربنات سودیوم فیروز آباد مقام های استان فارس در اولین واکنش شمار مصدومان این حادثه را دست کم 130 نفر اعلام کردند گزارش‌های درباره گستردهتر بودن آمار قربانیان منتشر شده و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته این حادثه امنیتی نبوده است انفجار در این مجتمع که کمتر از دو سال از راه اندازیان می‌گذرد عصر دوشنبه 23 خرداد روی داد و خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی علت آن را ترکیدگی لوله اتصال به مخزن بر اثر نشت نیتروژن و پس از آن آتش سوزی یکی از مخازن نیتروژن گزارش داد در ساعات اولیه آمار متفاوتی از مصدومان این انفجار منتشر شد و معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز شامگاه دوشنبه گفت تعداد مصدومان به 130 نفر رسیده است شریفی افزود تا کنون 130 مصدوم به بیمارستان قائم منتقل شدند که از این تعداد حدود 114 مصدوم ترخیص شدند او تاکید کرد هیچ مورد فوتی در این حادثه گزارش نشده با این حال شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی شمار مصدومان را بسیار بیش از آمار رسمی گزارش کرده و از تعداد فوتی ها در این حادثه خبر دادهاند تصاویری نیز از تجمع خانواده های کارگران این مجتمع در برابر بیمارستان قائم منتشر شده است در همین حال یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس امنیتی بودن این حادثه را رد کرده ابراهیم عزیزی نماینده شیراز و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به خبرگزاری ایرنا گفته نباید نگاه امنیتی به این موضوع داشته باشیم اتفاقی رخ داده و ستاد بحران و دستگاه های مربوطه هم در حال رسیدگی هستند در همین حال گزارش‌های درباره مسدود شدن مسیرهای اطراف این کارخانه و همچنین محدودیت اطلاع رسانی در برخی مراکز درمانی منتشر شده اما این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت به طور طبیعی ملاحظات محدود کننده ای در محور فیروزآباد به خاطر امداد رسانی انجام شده و نگرانی در این زمینه وجود ندارد مجتمع کربنات سودیوم در آذر 99 در فیروزآباد واقع در 93 کیلومتری جنوب شرقی شیراز راه اندازی شده اعتراف به شکست گشت ارشاد و کینه مردم نسبت به نظام روزنامه حکومتی رسالت امروز در سرمقالی خود نوشته است گشت ارشاد تا کنون نه تنها نتوانست از هجاب سیانت کند بلکه بذر نفرت و کینه بین قشری از جامعه پراکنده است این منبع نوشت قرار نبود گشت ارشاد تنها روش مقابله حاکمیت با این پدیده باشد گشت ارشاد حکم جراحی را دارد که باید تنها در مواقع لزوم از آن استفاده کرد بگذاریم که در اوضاع و احوال کنونی وضع ای شده که گشت ارشاد به کل کارای خود را از دست داده استمرار برخورد کریه رفع تکلیفی و خشن گشت ارشادی قانون هجاب را بیشتر به خطر خواهد انداخت بازور نمی توان مردم را به رعایت حجاب و داشت. نماینده بستاناباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حادثه تیراندازی گشت ارشاد در پارک پردستان گفت اصولا نمی شود زور اسلحه با یک مسئله فرهنگی و اعتقادی برخورد کرد. نمی توان بازور اسلحه مردم را نسبت به مسئله ترقیب یا من کرد. ما باید به دنبال اصلاح روش‌هایمان باشیم. بی افسود باید آسیب شناسی داشته باشیم که چرا افراد رعایت حجاب نمی‌کنند مسئله این نیست که یک مورد باشد بلکه جامعه از این موارد پر شده باید اینها را ریشه یابی کنیم که علت و دلیل چیست و چرا مردم این واکنش ها را نشان می‌دهند نمی‌توانیم بگویم جلوی چشم ما این کار را نکنید ولی پشت سر هر کاری انجام دهید با این روش ها نمی شود فرهنگ عمومی درست کرد و تمدن سازی کرد. وی تاکید کرد این گونه برخوردها در شعن زنان ما نیست و باستاب های بسیار بدی در جامعه دارد. این رفتارها اثرات بسیار مخربی دارد و قابل توجیه نیست. با این برخوردها نمی شود برای مردم دین درست کرد. نوری قزل چه تاکید کرد به این منوال جلو برویم آخر سر مثل طالبان می شویم و این نوع رفتارها نهایتا به آنجا منتهی می شود. منابع نیویورک تایمز اعلام کردن دو دانشمند هسته ای ایرانی در دو مکان متفاوت بر اثر مسمومیت و دچار شدن به آرزه های نامعلوم مشابهی جان خود را از دست دادند این نشریه به نقل از منابع خود نوشت که ایران اسرائیل را به مسموم کردن و ترور دو دانشمند هسته ای خود متهم کرده این روزنامه به نقل از منابع ایرانی خود گزارش داد که دو دانشمند فعال در برنامه هسته ایران به نام کامران آقا مولایی و ایوب انتظاری اخیرا توسط اسرائیل مسموم و ترور اند این نشریه ای آمریکایی دوشنبه 23 خرداد از یک مقام دولتی و دو فرد مرتبط با حکومت ایران که نخواستند نامشان فاش شود نقل کرد که مرگ مشکوک دو دانشمند هسته‌ای ایران که با فاصله چند روز از هم در اثر مسمومیت جان باختند را به اسرائیل نسبت دادند بنوشته این روزنامه ایوب انتظاری که در رشته مهندسی هوافضا تحصیل کرده و در یک مرکز تحقیقات نظامی کار میکرد و کامران آقا مولایی که در رشته زمینشناسی فارغ و شده بود به رغم تندرستی و جوان بودن آنها در اثر مصرف غذای مسموم جان باختند. بنا به اخبار منتشر شده در رسانه های ایران کامران آقا مولایی در تأسیسات هسته ای نتنز مشغول به کار بوده است اما دوستان او با تکسی به این خبر مدعی شدند که او برای یک شرکت خصوصی کار می کرده. اگر آن گونه که منو به نیویورک تایمز ادعا می کنند این مرک های مرموز مشابه قطرهای هدفمند باشد با الگوی جنگ سایه مطابقت دارد که در آن اسرائیل تلاش می کند با پنهانکاری درباره حملات خود نیروی نظامی و هسته ایران را تضعیف کرده تا از یک جنگ تمام ایار اجتناب کند سه هفته پیش نیز حسن سیاد خدایی افسر ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران ایران که گفته می شود فرماندهی عملیات تروریستی برون مرزی این کشور را به عهده داشت در اثر شلیک پنج گلوله توسط دو موتور سوار ناشناس در تهران کشته شد اگرچه مقامات اسرائیل مسئولیت آن حمله را به عهده نگرفتند اما طبق رویه معمول خود از تکذیب آن نیز خودداری کردند تا اینکه نیویورک تایمز به نقل از منابع اسرائیلی خود نوشت این حمله کار اسرائیل بوده است در پی کشته شدن سیاد خدایی مقامات ایرانی صریحا آن را به اسرائیل منتصب کرده و وعده دادند که انتقام سختی از آن کشور خواهند گرفت به دنبال طرح ریزی برای اقدامات تلافی جویانه ایران و دستگیری تعدادی از عوامل سپاه قدس طی روزهای گذشته در ترکیه که با همکاری امنیتی آنکارا و تلاویو انجام شد مقامات اسرائیل از شهروندان خود در ترکیه خواستند که هرچه سریعتر آن کشور را ترک کرده و به اسرائیل بازگردند از به رغم ادعای وارده در گزارش نیویورک تایمز مبنی بر مرگ مشکوک این دو دانشمند هسته ای ایران تا کنون اما به طور رسمی انگشت اتهام تهران به سوی اسرائیل نشانه نرفته است